یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر ذهن بسیاری از علاقمندان به تاریخ ایران را به خود مشغول کرده، انطباق دو شخصیت تاریخی به نامهای کوروش پادشاه هخامنشی و ذوالقرنین است. به اعتقاد برخی، اظهار نظر علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ المیزان نیز باعث دامن زدن به این اشتباه تاریخی شده است. در اینکه ذوالقرنین شخصیتی بزرگ و مورد تأیید و تحسین قرآن کریم و روایات اسلامی است، شکی نیست و نیز اینکه کوروش کبیر پادشاه بزرگ ایران باستان بوده و فتوحات زیادی داشته، در این هم شکی نیست. ولی عمده بحثی که مطرح بوده و اصطلاحاً معرکه آرای میان دانشمندان است، تطابق مصداقی میان ذوالقرنین و کوروش کبیر است و این یعنی آیا واقعاً ذوالقرنین همان کوروش کبیر است؟ اظهار نظر قطعی در این رابطه که بگوییم ذوالقرنین همان کوروش کبیر پادشاه بزرگ ایران است غیر ممکن است. اما آنچه که از قرائن مختلف میتوان برداشت کرد این است که اگرچه فتوحات کوروش همچون ذوالقرنین از گستردگی زیادی برخوردار است و نیز تندیس یافت شده از کوروش شباهت بسیاری با نشانه های نقل شده از ذوالقرنین دارد، ولی نکاتی در این بین وجود دارد که ذوالقرنین بودن کوروش را با تردیدهای جدی روبرو میکنند. رأفت و مهربانی نقل شده برای کوروش که بسیاری آن را دلیلی بر ذوالقرنین بودنش میدانند، از سوی برخی خاورشناسان رد شده است. ویز هوفر، خاورشناس مشهور آلمانی، در کتاب ایران باستان شهرت کوروش به مهربانی با رعیت را ساخته و پرداخته منابع یهود معرفی می کند که نمی توان چندان به آنها اعتماد نمود. او حتی تردید دارد که کوروش فرمان بازگشت یهودیان تبعید شده توسط بخت و نصر و نیز بازسازی معبد اورشلیم را صادر کرده باشد. او معتقد است که این مطالب احتمالاً یک فرض پیشبینی شده و امیدوارانه از جانب یهود بوده است که خدا در آینده شخصی با این خصوصیات را به عنوان منجی برای آنها خواهد فرستاد. نکته دومی که ذوالقرنین بودن کوروش را مخدوش می‌کند، مردوک پرستی کوروش است. قرآن کریم ذوالقرنین را فردی موحد معرفی کرده و در روایات هم او را عبد صالح خدا می‌نامند. ولی وقتی به استوانه کوروش که مهمترین سند در دسترس درباره کوروش است مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که او مکرراً از مردوک خدای بابلیان سخن به میان آورده و خود را مورد تایید مردوک و صراحتاً مردوک پرست معرفی می‌کند. او حتی از خدایان دیگر هم سخن می‌گوید که آنها را به پرستشگاه‌هایشان بازگردانده است. پس حکم به صحت این گزاره که ذوالقرنینی که داستانش در قرآن آمده همان کوروش کبیر است با مشکلات جدی روبروست. اما اینکه علامه طباطبایی هم معتقد به ذوالقرنین بودن کوروش باشد، باید گفت که علامه چنین نظری ندارد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیات 83 تا 98 سوره کهف این بحث را مطرح کرده و چنین نظریه ای را متعلق به سر احمد خان هندی و ابوالکلام آزاد معرفی می کند. و در نهایت اینگونه اظهار نظر می کند که این بود خلاصه ای از کلام ابوالکلام که هرچند بعضی از جوانبش خالی از اعتراضاتی نیست، لیکن از هر گفتار دیگری انطباقش با آیات قرآنی روشن‌تر و قابل قبول‌تر است. و این یعنی انطباق ذوالقرنین بر کوروش نظر خود علامه نیست، بلکه ایشان نظر افراد دیگر را بیان کرده اند. علامه نظریه ابوالکلام آزاد را تایید نمی کند، بلکه فقط از بین 7 نظریه موجود در بین مفسرین نظریه او را بهتر از نظریه دیگران می داند. علامه همین نظریه ابوالکلام را هم خالی از اعتراضات نمی داند. نتیجه این که با توجه به جمعی مطالب پیش گفته شده، نمی توان به طور حتم به ذوالقرنین بودن کوروش اذعان کرد، بلکه فقط میتوان به عنوان یک احتمال در کنار سایر احتمالات مطرح شده در مسئله به آن پرداخت.